خب هستیم با شما خوبان و مهربانان و خنده هم حالا تبسم میتونه که درمان هر دردی باشه. کل لبخند روی لبهای شما باشه و با همین تبسم میتونید فضا رو کاملا عوض بکنید. هستیم با شما، روز دوشنبه هست و با جناب استاد دکتر علی احمد محمدی استاد دانشگاه هستیم. امروز راجع به آلودگی محیط زیست صحبت میکنیم. حالی که اصلا بریم سراغ سوال یک سلام علیکی عصری داشته باشه، یعنی عصرانه، با جناب استاد عرض سلام و ادب دارم. عصر شما بخیر باشه استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده منو به خود خوش سلام عرض خسته نباشید خدمت شما و دستاندرکان تلویزیون اصلاح دارم و همچنین بینندگان محترمی که در ریشه تلویزیون اصلاح اکنون ما بیننده هستند و به اونا خدا قوت عرض میکنم. ممنون شما، سلامت باشین استاد. بحث محیط زیست اگر صحبت بکنیم بس بسیار مهم و حیاتی هم هست. امروز راجع به موضوعات میخوایم صحبت بکنیم. چه خوب است که اگه تعریفی از محیط زیست داشته باشیم تا بفهمیم چقدر این ارزش و اهمیت داره. واقعا ببین آقای فرهمند، بحث محیط زیست نه که تک تنها برای ما و شما خیلی مهم باشه یا اهمیت داشته باشه، بلکه برای دنیا اهمیت داره. و اگر یاد شما باشه زمانی که رئیس جمهور آمریکا به ریاست رسید که آقای ترامپ بود، از معاهده پاریس خارج شد و چه مقدار کشورهای دیگه کوشش و تلاش کردن تا معاهده پاریس که برای محیط زیست و کم کردن گازهای آلاینده بود، تلاش کوشش کردن که آمریکا رو متقاعد کنن که از این معاهده خارج نشن. و به خاطر همین که دنیا درگیر محیط زیست هست، ما و شما به نوعی درگیر میشیم، خود تافته جدا بافته از دنیا نمیپنداریم، نمیدانیم. محیط زیست در اصل میگیم که هر محیطی که جانداری یا جانوری یا زندگی در او ساری و جاری باشه به اون میگیم محیط زیست. میگیم اینا یعنی هر محیطی که زنده جانی موجود زنده یا زنده جانی داخل از اون زندگی بکنه بریم میگیم محیط زیست میگیم. پس نقش حیاتی داره. دقیقاً نقش حیاتی داره اینا که عوامل متعددی از جمله عوامل خارجی اینا میتونه تاثیرگذار باشه بر روی ازی و محیط رو میتونه دستخوش تغییرات متعددی بکنه. اما سوالی که بعدی ربط داره به همین بحث اکوسیستم، اگر صحبت بکنیم و تعریف از این داشته باشیم چی میتونه باشه؟ ببینیم اکوسیستم که میشه یک مادر از محیط زیست کوچکتر میشه اینا، یا واحد کوچکتری از محیط زیست میشه اکوسیستم میشه. اکوسیستم از دو تا کلمه اکولوژیکال و سیستم گرفته میشه. اکوسیستم یعنی موجوداتی که در یک محیطی یا جاندارانی که در یک محیطی با تمام عوامل و شرایط محیطی که داره در اون زندگی میکنه اینا. یا به عبارت خیلی ساده تر بگیم اکوسیستم یعنی موجود زنده به اضافه محیط پیرامونی که در او زندگی میکنه میشه اکوسیستم میشه اینا. و به همین خاطر اکوسیستم اهمیت پیدا میکنه که ما در اکوسیستم محیط ها میایم دست میبریم و اکوسیستم رو تغییر میدیم. از جمله جاهایی که تغییر میدیم جنگل زدایی میکنیم اینا. یا به اصطلاح انگلیسی میشه بشر میتونه تغییر بده، میایم دیفارستیشن که میشه جنگل زدایی میکنه، جنگل ها رو از بین میبریم به خاطر از اینکه خاک از اون مرغوبه یا جای خوش آب و هوایی هست یا منطقه خیلی خوبیه، میایم شهرک سازی میکنیم اینا. این کار انجام میدیم. اگر دقت بکنم مثلا هرات ما و شما سالیان قبل اگه تصاویر قدیمی از داشته باشیم ببینیم میزان درختان ناجو خیلی زیاد بوده. میزان درخت یا بگیم بقیه درختایی که دیگه برای فضای سبز بودن خیلی زیاد بینه، حالا متاسفانه به میزان خیلی زیادی کم شده. زمین‌های زراعتی ما شما کم شده، اکوسیستم تغییر کرده، خیلی از موجوداتی که در اونجا زندگی می‌کردن دیگه نقل مکان کردن یا به اون محیط‌ها نمیان. به خاطر چی بوده؟ به خاطر از اینکه بشر در اکوسیستم نقش دست برده و بس دستخوش تغییراتی شده و ساختار سیستم منطقی رو عوض کرده. بسیار عالی. اما بحث محیط زیست که اشاره کردین ابتدا هر موجود زنده که در اونجا باشه به نقش اساسی هم داره و ما اهمیت و ارزش بدیم، اما اگر به این نکته اشاره بکنین که چه عوامل میتونن که باعث برهم خوردن همین تعادل در محیط زیست بشه؟ تعادل به از جمله عواملی که میتونه باعث برهم خوردن میشه، یکی که عوامل خارجی بود، یکی هم عوامل داخلی میتونه باشه. اینا عوامل خارجی که خود ما و شما بشریم دست میبریم، ساختار طبیعت تغییر میدیم. عوامل داخلی دیگه هستن که آلاینده هایی که تولید میشه اینا در محیط ما و شما که تحت عنوان پولوشنز میشناسیم، اینا آلاینده های محیطی هستن که تولید میکنیم ما به نوعی، که این آلاینده رو میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم ما و شما آقای فرهمند. یکی آلاینده های هوایی میشه، هوا میشه اینا، یکی آلاینده های خاکی میشه و یکی آلاینده های آبی میشه اینا. که هر کدوم از اون یک مبحث جداگانه ای داره که خود انسان یا بشر چه مقدار میتونه نقشش باشه در بس آلاینده های هوایی و آلاینده های آبی و آلاینده های خاکی باشه اینا. که هر کدوم به جای خود خوب با هم دیگه صحبت میکنیم که بس از اون همون بس های آلودگی های محیطی میشه. بسیار عالی. اما از امی آلاینده گفتیم و همچنین یک موضوع دیگری که شما اشاره کردین که دو عوامل میتونه باشه که خارجی گفتین
یکم داخلی, داخلی بود. بله. اما بعضی که حالا در قسمتی که به بعضی ها رو خود بشر میتونه در این قسمت نقش داشته باشه. مثلا از جمله گازهای گلخانه‌ای که اگر صحبت بکنیم که چه نوع گازهایی میتونن باشن و چقدر میتونن که تاثیرگذار باشن سر محیط زیست. بحث گازهای گلخانه‌ای که میکنیم بحث سوال اساسی یا سوال مهمیه. به خاطر اینکه گازهای گلخانه‌ای که میگیم بحث آلاینده یا آلودگی‌های هوایی میشه اینا که بیشتر در محیط پیرامون ما شما نقش دارن. ببینین بحث گازهای گلخانه‌ای میشه مهمترین گازهای گلخانه‌ای که ما میتونیم نام ببریم یکی کاربن دای اکسایده که تحت عنوان CO2 میشناسین، کاربن مونوکساید، مرکبات سلفردار SOX که SO2 میشه، مرکبات نایتروژن دار مثل NOX که NO2 باشه، امثال از اینها. این مرکباتی هستن که بیشتر در محیط پخش میشن. اینا ببینیم نقش ما و شما در تولید از اینا چه مقداره. یکی دیگه از چیزهای دیگه که ما نباید غافل بشیم که در بحث آلودگی حال آینده های هوایی میشه بحث بخارات آبه. بخارات آب نباید ما غافل بشیم، یا بحث گاز میتانه که CH4 میشه، از اون نباید ما غافل بشیم که به میزان خیلی زیادی تولید میشن و ما نقش داریم. و یکی دیگه هم که هست خیلی مهمه بحث ذرات معلق در هوا یا ایروسول میشه. اینا اینا همگی تحت عنوان آلاینده های محیطی هستن. بعضی از این مواد به صورت طبیعی تولید میشن و طبیعت مصرف میشه. مثلا کاربن دای اکساید از جمله ترکیباتی هست که ما و شما زمانی که عمل دم و بازدم انجام میدیم با عمل دم اکسیژن به داخل وجود خود داخل ششها فرو میبره و عمل بازدم که انجام میدیم خود به خود کاربن دای اکساید میایم خارج میکنیم. پس خود ما و شما نقش داریم در تولید کاربن دای اکساید، خود انسان ها. از جمله موجودات دیگه ای که میتونن نقش داشته باشن که کاربن دای اکساید برن مصرف کنه و برن مهم است، درختانه. درختان برعکس کاربن دای اکساید محیط رو میگیرن جذب میکنن. زمانی که جذب میکنن توسط کلروفیل یا سبزینه ای که دارن عمل غذاسازی یا فتوسنتز انجام میدن و مواد غذایی مورد نیاز در اختیار ما و شما میذارن که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. این مواد پس ببینیم عملیه که هم در طبیعت تولید میشه هم مصرف میشه. اینا اینه. و در تولید اکسیژن باز برعکس درختان بسیار نقش دارن که ما شما میتونیم از اکسیژن پاک استفاده بکنیم و بتونیم میزان آلایدگی های محیطی رو کم بکنیم. این نقشی بود که ما انسان ها و گیاهان داشتن که میتونستن در یک زنجیره غذایی یا فود چین بگیم اینا میتونستیم نقش داشته باشیم و با همدیگه همجاری بسیار مسالمت‌آمیز بدیم. تو اینجا مشکلی پیش نمیه آقای فرام، با مشکل زمانی پیش میه که ما و شما از میزان یا از حالت طبیعی خارج میشیم اینا. یعنی دیگه اون حد نرمال رو رعایت نمیکنیم، بلکه میزان تولید گازهای گلخانه‌ای مونشون به مقدار خیلی زیادی میشه. از جمله از این در فوران‌های آتش‌فشانی، آتش فشان ها میتونن به مقدار خیلی زیاد خاکستر پخش بکنن. چند سال پیش اگر یاد شما باشه در ایسلند که همین آتش فشانی رخ داد، نگاه کردین که تمام پروازهای اروپا لغو شد. تمام نقل و انتقال هایی که صورت میگیره زمینی صورت میگرفت، دیگه هوایی صورت نمیگرفت. اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر از اون ابر خاکستری رنگی بود که در محیط پخش شده بود و مانعی از این میشد که هواپیماها یا طیاره هایی که بودن که بتونن از اون محیط خوب استفاده بکنن یا بتونن جهتیابی خوبی بکنن، مانع از اونها میشد. پس اینجا میگیم طبیعت خودیه که تحت عنوان آتش فشان هم باشه اونم نقش داره در پراکندگی یا در آلودگی محیط ما و شما. اینا حالا بیایم بحث ازی بکنیم که اگر در این محیط مورد نظر ما و شما ما چه مقدار وسایل نقلیه داریم. در همین شهر هرات ما و شما از موتور سیکل شروع بکنیم، موتر شروع بکنیم تا سه چرخ امثال از اینها. اینا هم میگه خب قاعدتا سوخت مصرف میکنن که پترول باشه، بعضی دیزل مصرف میکنن، دیزل مصرف میکنن که اونا باز آلودگی میشن اون سر جای خودش اینا. باشه و بعضی مثلا بعضی موتورها ما شما سی ان جی مصرف میکنن. البته اینجا افغانستان فکر نمیکنن که سی ان جی باشه که بگیم کامپرسر نچرال گاز باشه، گاز طبیعی فشرده شده، بلکه بیشتر اگه دیده باشیم پمپ استیشن ها یا پمپ هایی که برای پترول یا بنزین یا برای گاز داریم بیشتر LPG یا لیکوید پترولیوم گاز داریم، نفت گاز مایع شده اینا استفاده میشه که نفت گاز مایع شده به مراتب هم آلودگی گازی داره هم آلودگی نفتی داره، چون این دوتا با هم دیگه مخلوط شدن، میکس شدن اینا. پس هر دو تار دارن اینا. اینا میگیره اینا تولید میشه. مثلا اینا موتورها یا وسایل نقلیه که ما شما داریم استفاده میکنن از پترول. حالا فرض برای بگیریم پترولی که وارد میشه وارد افغانستان میشه اون مرغوبیت خاصی نداشته باشه، برای که پترول مرغوبیت خاصی داشته باشه در علم یا در دانش میان یک عددی برای تعریف به نام عدد اوکتان. عدد اوکتان 100، هر چقدر که ای به عدد 100 ما نزدیکتر بشیم میزان مرغوبیت یا درجه خلوص پترول مورد نظر بیشتره. هر چقدر از عدد 100 ما پایین تر باشیم یعنی درجه خلوص از این ماده مورد نظر یعنی پترول ما کمتر میشه. اینا و به همین خاطر اگه دقت بکنید در نفت هایی که
مثلا نفت اوپک که نفت برنت دریای شمال اینا قیمتا که میبینین علاوه بر دلار یک مقداری میبینیم که ما نفت برنت دریای شمال نسبت به نفت اوپک یک مقدار گران‌تره به خاطر از اینکه مرکباتی که داخل ساختار از او نفت برنت دریای شمال هست مرکبات مثل بنزین یا مرکبات شیش وچی یا هگزاگونال موجود هستن که باعث بانیز میشن مرغوبیت از او پترول بشن یا نفت بشن و میزان خرید و فروش از او علاوه قیمتی یک مقدار نسبت به نفت اوپک بیشتر میشه. مثلا اما بحث اشاره که شما کردین راجع به خود شهر خود ما حالا اشاره کردیم خیلی بی‌تفاوت هستیم ما از سوخت‌سازها یک صورت میگیره حالا همونطور که شما گفتین بحث مواد سوختی که در اینجا هست نه کیفیت آنچنانی و مرغوب داره و نه موارد دیگری که هست و استفاده زیاد هم هست چقدر این آلودگی هوا یا محیط که ما به صحبت میکنیم چقدر میتونه که واقعا برای سلامتی انسان‌ها ضررتا باشه و اثرات منفی رو به وجود بیاره؟ ببینیم آقای فرمان زمانی که ما پترولی که مصرف میکنیم یک مقدار مرغوبیت پایینی داشته باشه وسایل نقلیه ما و شما به صورت ناقص او رو میسوزونه به صورت کامل نمیسوزونه یعنی احتراق به صورت ناقص صورت میگیره زمانی که احتراق به صورت ناقص صورت بگیره میزان کربن دی اکسید و کربن مونوکساید در محیط ما و شما خیلی زیاد میشه خیلی زیاد این گازهایی هم که میگین کربن دی اکسید یا کربن مونوکساید اینا گازهایی هستن که ما و شما با چشم نمیبینیم که با چشم قابل رؤیت باشه مثلا قبل از انقلاب صنعتی میگفتن در اروپا میزان کربن دی اکسید 280 پی پی ام بود یک واحدیه که برای اندازه‌گیری نه بعد از انقلاب صنعتی میزان از این رسید به 450 پی پی ام رسید پس مقدار خیلی زیاد شد تقریبا دو برابر شده بود اینا پس میزان گازهای آلودگی آلاینده در محیط ها خیلی زیاد شده به همین خاطر سالانه نگاه میکنه سمپوزیوم های خیلی زیادی در دنیا ایجاد میکنن یا دایر میکنن فقط به خاطر اینکه راهکاری بسنجیم که میزان آلودگی های محیطی رو کم بکنیم دلیل به خاطر چیه زمانی که ما میایم میزان آلودگی های محیطی زیاد میشه باعث از این میشه که در لایه های بالایی اتمسفر ما شما از سطح زمین تا ارتفاع 10 کیلومتری ما شما اتمسفر اگه بگیم قرار بدیم به اولین لایه که میرسن تروپوسفر میگن در این لایه گازهای آلاینده محیطی که میشه مثل کربن دی اکسید کربن مونوکساید امثال از اینها مثل SO2 ها NO2 ها یا بعضی مرکبات دیگه ای که هستن در تروپوسفر باقی میمونن اینا به عنوان گازهای گلخانه‌ای هستند میشه گرین هاوس گازس گازهای گلخانه‌ای میشن و اثری که در آن اثر گلخانه‌ای میشه مثل چی میشه یک مثال خیلی ساده بزنم مثل پتوی عمل میکنن آقای فرهمن مثل یک پتویی که ما میندازیم رو خود گرم میشیم اون میای مثل یک پتوی عمل میکنه برای زمین چون اگه گازهای گلخانه‌ای موجود نباشه درجه حرارت زمین باز منفی 15 درجه سانتیگراد باشه اینا زمانی که گازهای گلخانه‌ای هست مثل پتو عمل میکنن درجه حرارت زمینش مثبت 15 درجه سانتیگراد میشه اینا یعنی تفاوت 30 درجه سانتیگراد با هم دیگه پس باعث گرم شدن زمین میشه باعث بانی از میشه که جانداران بر روی سطح زمین بتونن زندگی بکنن بتونن زیست بکنن پس این گازهای گلخانه‌ای یا همو پتوی گلخانه‌ای که ما شما نام میبریم برای زندگی کردن افرادی که بر روی سطح زمین هستن مهمه اهمیت داره اینا که واسه گرم شدن میشه حالا اگر این مقدار زیادتر از حد بشه اینا این مقدار بیشتر از حد بشه میتونه یک پدیده‌های خیلی نادر رخ بده پدیده‌های مثل همو وارونگی درجه حرارت یا وارونگی دمایی میشه ترمال اینورژن یا میشه تمپرچر اینورژن میشه به چه صورته ما شما در خانه بخاری روشن میکنیم بخاریایی که غیر برقی باشن گازی باشن اگر دقت بکنیم میبینیم سطح زمین ما و شما سرده زمانی که بلند میشیم یک مقدار نگاه که از تن بالا گرم احساس گرمی میکنیم این دقیقاً همون چی وارونگی درجه حرارته یعنی سطوح فوقانی گرم میشن و سطوح تحتانی چی میشن سرد میشن اینا زمانی که اتفاق میفته آلودگی های محیطی که وجود دارن مثل کربن دی اکسید کربن مونوکساید امثال از اینها اینا میان در این سطوح فوقانی چیکار میشن قرار میگیرن مانع از این میشن که خارج بشن و امواج گرمایی که از سطح زمین مایع خارج بشه که بره به جو یا اتمسفر پس برگرده خارج دیگه نمیشه بلکه باعث گرم شدن از این میشه زمانی که این گرم میشه چه اتفاقی میفته که اینا اما پدیده میشه که در دنیا ما شما خیلی بو سرکار داره میگن گلوبال وارمینگ گرمایش جهانی یا گرم شدن جهانی رخ میده زمانی که گرم شدن جهانی اتفاقی چه اتفاقی میفته که اتفاق به این صورت میشه که چرخه هیدرولوژی یا آب بیشتر میشه آقای فرهمن میزان بارندگی زیادتر میشه زمانی که میزان بارندگی بیشتر بشه چی میشه سیل به وجود میاد اینا سطح آب دریاها بیشتر میشه قطبین
که قطب شمال و قطب جنوب ما باشن چیکار میشن اینا؟ میزان یخهای قطبی کم میشه. زمانی که میزان یخهای قطبی کم بشه، خیلی از کشورها که ما شما مثل دبی، مثل هلند اینا ما میشناسیم که از خشک کردن دریا خشکی برای خود به وجود میارن، دیگه خشکی ها چی از بین میرن. خیلی از جزایر ما و شما که افراد داخل از اون زندگی میکنن، دیگه افراد در اون جزایر زندگی نمیکنن، بلکه چیکار میشن؟ بلکه جزایر در زیر آب مدفون میشن. و زندگی کردن برای بشر بر روی زمین سخت میشه. در بعضی از کشورها سطح آب بالا اومده بالا. به اساس و بارندگی‌هایی که ما تا این سال‌های اخیر داشتیم دقیقاً میتونه ربط داشته باشه به این موضوع. دقیقاً واسه تغییر اقلیم میشه. واسه امسال پیش بینی کردن، دانشمندا پیش بینی کردن که ما میتونیم زمستان سردتری داشته باشیم اینا. زمستان سردتر داشته باشیم، پس یک مقدار واسه ما آگاه‌تر باشیم که وسایل گرمایشی و لباس‌های گرمایی که برای زمستان تهیه می‌کنیم بیشتر باشه. اینا بس مد نظر قرار بدیم. از جمله مواد دیگه که خیلی مهمه و ما و شما خیلی نقش داریم در اون از اون به عنوان آلاینده محیطی، شاید مردم زیاد توجه نکنن که تحت عنوان ولاتیل ارگانیک کامپوند بگیم، یعنی مرکبات یا ترکیبات عضوی فرار میگیم، مفر میگیم اینا. اینا مثل اسپری که برای موها استفاده میکنیم ما، دیده باشین اسپری ما خیلی زیاد استفاده میگیم. یخچالی که داخل خانه داریم، گازی که برای یخچال هسته، گازی که برای یخچال، گازی که برای کولرهای گازی استفاده می‌کنیم، خیلی استفاده میشه اینا. اینا همگی به عنوان آلاینده‌های محیطی تحت عنوان CFC می‌شناسیم ما. میگیم کاربن فلوری کامپوند می‌شناسیم. یعنی مرکبات کاربن‌دار و فلورین‌دار که تحت عنوان فریون 11 و فریون 12 می‌شناسیم اینا. اینا مد نظر قرار می‌دیم و متأسفانه اینه که ما کمتر به از این اهمیت می‌دیم. خیلی کمتر به از این اهمیت می‌دیم اینا که اهمیت خیلی کمی دارن. و اگر یک چیز دیگه هم اگه دقت کرده باشیم آقای فرامتی، این چند ماده یا چند سال خیلی مد نظر تخریب لایه اوزونه. بله. ارزیا شنیده باشین دیگه. دقیقاً بله. خیلی هر سال گذشته هم بحث اوزون بود و همچنین بحث گرمایی که در سطح کره زمین به وجود اومده در تابستان بحث اوزون هم بود. اما به موضوع اشاره میکنین، اگه بحث اقلیمی گفتین و سرما و گرما، برای تصفیه یا مثلا خود آلودگی محیط زیست، زمستان در تابستان کدام تغییراتی رو به وجود میاره؟ بحث باران هم که صورت میگیره آخه. بله، چرا به وجود نمیاره؟ ببینیم زمانی که ما میگیم که مرکباتی یا ترکیباتی مثل کاربن دای اکساید به وجود میاد، یا مرکباتی مثل NO2 به وجود میاد، یا مرکباتی مثل SO2 به وجود میاد، اینا زمانی که با آب که رطوبت محیط زیادتر باشه، اینا که چرخه هیدرولوژی یا چرخه تولید آب بیشتر بشه، اینا بیشتر صورت بگیره، برای ما میتونن چی به وجود بیارن؟ برای ما میتونن تذاب به وجود بیارن. آقای فرهمنی تو بگم تذاب به وجود بیارن، اینا تذابهای مثل کاربونیک اسید به وجود بیارن، مثل سولفوریک اسید به وجود بیارن، مثل نایتریک اسید به وجود بیارن. زمانی که این مرکبات مورد نظر که به صورت گاز هستن در محیط پخش میشن و در چرخه هیدرولوژی وارد میشن، میتونن در قطرات آب اینا جا بگیرن. زمانی که در قطرات آب جا میگیرن، اینا توسط پدیده به نام بارش، به نام برف، به نام جالی یا تگرگی که ما و شما میگیم وارد زمین میشن و میتونن به ساختمان هایی که ما و شما داریم، ساختمان هایی که مد نظر قرار میدیم، باعث فرسایش یا هوازدگی از اینا بشن. باعث فرسایش هوا، پدیده به نام هوازدگی به انگلیسی ودرلینگ میشه، باعث فرسایش هوازدگی میشن و عمر ساختمان مورد نظر ما و شما رو کوتاه میکنن. اگر ساختمان فلزی باشه باعث خوردگی فلز میشه. اگر موتر چیزی زیفشون باعث آسیب دیدن نمیشه اینا. چون به خاطر چی؟ به خاطر است که در ساختار ازی آب مورد نظر یا بارشی که میاد یک مقدار تذاب وجود داره، پس میزان خورندگی ازو بیشتره به مراتب. مثلا اما بحث موضوع دیگری که باران اشاره کردین، اگر راجع به باران‌های تیزابی صحبت بکنیم، چینه باران‌های میتونه باشه در قسمت؟ باران‌های تیزابی معمولا اونا به صورت عموم بگیم، نقش انسان به صورت مستقیم در اون است. مخصوصا ما شما شرک صنعتی داریم دیگه. درسته، شرک صنعتی داریم که یا به عبارت خیلی ساده سوختای فسیلی که استفاده میکنیم، به عنوان زغال، به عنوان چوب استفاده میکنیم. حمام های ما و شما نگاه میکنیم که از زغال سنگ استفاده میکنن، یا در خیلی جاهای دیگه، یا اگر دقت بکنیم بعضی از حمام های ما و شما متاسفانه حتی به جای زغال سنگ از تایر موتر استفاده میکنن که به مراتب آسیبی و بیشتره، آسیبی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه مرکبات عضوی داره، مرکبات خیلی متنوع در ساختار از هست. زمانی که پدیده به نام احتراق رخ میده، برای ما میتونه مستقیما کاربن دای اکساید به اضافه آب تولید بکنه، اینا آب تولید بکنه که میتونه مستقیم وارد جو یا اتمسفر بشه و بتونه آسیب های جدی بزنه. زمانی که اینا وارد جو یا وارد اتمسفر میشن، میتونن به چه صورت باشن؟ ما میگیم در جو یا اتمسفر مورد نظر ما شما که لایه اوزون یک از مهمترین قسمت های از اینه که ما بین استراتوسفر و ما بین تروپوسفر که از
0 تا 10 کیلومتر پوسفیر میشه، از 10 تا 50 کیلومتر میشه استراتوسفیر میشه. مابین از دو تا لایه اوزون وجود داره اینا، که این لایه اوزون مهمترین وظیفه از اینه که در مقابل اشعه یووی یا اشعه مضر که برای سطح زمین هسته، ما شما چیکار میکنه؟ وقایه میکنه اینا. حالا اگه این گازها، این گازهای مورد نظر وارد بشن به لایه اوزون، در اونجا به اشعه یووی برای از اینا بخوره، میتونه مرکباتی که در راه ساختار کلورین باشه که گفتیم که همون CFC های مورد نظر مشا اینا تجزیه میکنه. کلورین ها در محیط مورد نظر مشا همیشه به صورت دایمرن دوتایی هن اینا. زمانی که اینا به صورت تک اتم میشن میگن کلورین نوزاد تولید میکنه. کلورین نوزاد که تولید میکنه به صورت رادیکال فر رادیکال میشه، بسیار فراره. بسیار این چی کار میکنه؟ اولین کاری که میکنه اوزونی که به صورت اوتریه اوسه اینا ایر تجزیه میکنه به اکسیژن که تک اتمی، به اکسیژن که دو اتمی. اکسیژن تک اتمی مورد نظر باز فراره، باز او حمله میکنه به مرکبات دیگه. زمانی که اوتری تجزیه میشه باعث بانیازی میشه که لایه اوزون تخریک بشه اینا. و از طرف دیگه مرکبات سلفرداری که شرک صنعتی ما شما تولید میکنن اینا، یا مرکبات نایتروژن داری که تولید میکنن اینا، میگیرن با بخارات آب که چرخه هیدرولیزه میشن مرکب میشن، میرن در سطوح بالاتر میرن و زمانی که قطرات آب به وجود میارن برای ما شما بارانهای تیزابی بر سر روی ما شما میبارن. بسیار عالی. اما آخرین پرسش، بحث لایه اوزون گفتین چه نقشی داره در سلامتی انسان ها؟ لایه اوزون مهمترین نقشی که داره مانع از این میشه که اشعه یووی که اولتراویولت یا فرابنفش بشه به سطح زمین برسه اینا، چون اشعه یووی مهمترین اشعه ای هست که میتونه به پوست، سطح پوست ما شما آسیب برسونه. و اگر دقت بکنه در تابستان، در زمستان ها ما شما اصطلاحی دارین که بیرین در کنار در جایی که آفتاب باشه میشین، این بس یک مقدار مردم ما رعایت بکنن. آقای فرهمند در زمستان ها تلاش بکنن که ابتدای صبح و انتهای روز که غروب باشه در زیر آفتاب قرار نگیرن، به خاطر اینکه آفتاب به صورت مایل میتابه. زمانی که به صورت مایل میتابه همو لایه اوزون که به عنوان سپر عمل میکنه کمتر مانع اشعه یووی میشه اینا. خود اشعه یووی باز دکتر صاحب ما شما خوب میفهمن که سه محدوده، محدوده A B C داره، که کدوم یکی از اینا که از کرم هایی که برای در مقابل اشعه یووی استفاده میکنیم کدوم ناحیه داشته باشه. بعضی همگی ناحیه دارن، بعضی کمتر داره اینا. استفاده کرم های ضد آفتاب، بله ضد آفتاب که ما شما اینا هست. اگر ما بیایم بگیم که فرد مورد نظر همواره در زیر آفتاب استفاده میکنه، سطح پوست از توسط اشعه یووی سوخته میشه اینا. و به مرور زمان سرطان پوستی میگیره اینا. حتی در کشورهای اروپایی که میزان آفتاب کمتره و مردم حمام آفتاب میگیرن، در کنار سواحل میگیرن، یک بیماری خیلی نادری است که در صورت از اونا به خاطر همین اشعه یووی که ایجاد میشه ککمک خیلی زیاده صورت از اونا داره اینا، کمی لک لک باشه اینا، که اصطلاحا برای میگن اگزودرما پیگمنتوسام میگن اینا، که این بیماری بیماری است که به خاطر همه حمام گرفتن آفتاب خیلی زیاده اینا. یا حتی در بعضی جاها، در بعضی از کشورها هستن که رنگ تیره حالا مد شده، کمبو از سولار سیستم ها استفاده میکنن. این بایسبانی از این میشه که رنگدانه های پوست تحریک بکنه، میزان رنگدانه پوست بیشتر بشه و بتونه به پوست مورد نظر ما شما آسیب جدی برسونه. و حتی به همین آخر مطلب برای شما بگم که هنوز به آلودگی های آبی و خاکی نرسیدیم اینا. او بحث جدا میشه که هفته دیگه با شما ادامه میدیم، که یک بحث جداگانه میشه باز با هم دیگه که وارد سفره غذایی ما و شما میشه که چه مقدار به ما آسیب میتونه برسونه. چقدر میتونیم به اون آلودگی ها اهمیت بدیم که اونا از بین ببرن که سفره غذایی ما. و جالب اینه که هیچ اهمیتی نمیدیم ما و شما، هیچ اهمیتی ما به نمیدیم، توجه کمتر میکنیم، کمتر میکنیم اینا، که مستقیما با زندگی ما و شما سر کار داره اینا. وی آلودگی های هوایی مورد نظر که در محیط ما شما پخش میشن، مهمترین بیماری که برای ما شما، برای کسایی که مثلا خانمایی که بچه دارن، حامله هستن، بچه دارن، بچه شیرده دارن، برای کسایی که پیرمردهای ما شما هستن که سن و سالی از اونا گذشته، بیماری های مثل برونشی، مثل آسم، تنگی نفس، امثال از اینها میتونه بیماری های سرطانی اینا رو به وجود بیاره، بیماری های ریویر به وجود بیاره که به مراتب بری از اینا خطرناکه. که آلودگی ها اگر در سطح محیط ما شما زیاد بشه میتونه به عنوان یک سم عمل بکنه و میتونه با آسیب های جدیر به اندام های داخلی بدن و به عمر ما شما خاتمه بده. و حتی یک مؤسسه بسیار معروف به نام پیور ارث و یک مؤسسه بسیار معتبرتر به نام WHO World Health Organization، اینا آمده بودن بررسی کردن که دیده بودن که سالانه 7 میلیون آدم فقط بر اثر آلودگی محیطی از دنیا فوت میکنن. بسیار بسیار سپاس از شما جناب استاد، بحث بسیار خوبی بود، آلودگی های محیط زیست بود و ان شاء الله که هفته آینده روی موضوع آلودگی های آبی و خاکی گفتید صحبت میکنید، که به خاطر اینکه خاک که میگیم
که با زمین زراعتی ما شما سرکار داره. آب که میگیم هم با زمین زراعتی هم با زنجیره غذایی ما شما سرکار داره. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما و انشالله که هفته آینده باز فرصت باشه و با شما باشه. حتی یک صحبت با شما میکنه در مورد ظروف یک بار مصرف، اینا هم صحبت میکنیم که اینا چه مقدار میتونن به ما و شما آسیب برسونن، ولی ما آلودگی خاکی بله میتونن بسنن. حتی شما یه ظروف یک بار مصرف میندازین 400-500 سال عمر از اینه که تجزیه نمیشن، مثلا می پلاستیک هایی که استفاده میکنه که میوه داخل میرزه می امثال از اینها، اینا چه مقدار میتونن به ما و شما آسیب های جدی برسونن. بسیار عالی، انشاءالله هفته آینده این موضوع صحبت میکنیم. سپاس از شما، در پناه حق باشیم، موفق معید باشیم، فی امان الله، سلامت باشیم. خب دوستان خوب، بحث بسیار خوب و عالی بود. ما بعضی موارد توجه کمتر میکنیم، شاید خیلی ها به خاطر سلامتی خود تا کشورهای خارج حالا هر جا برن، اما ای که به همین آلودگی های محیط زیست، آلودگی های خاکی که انشاءالله هفته آینده صحبت میشه، آلودگی های آبی که ما هیچ اصلا توجه نمی کنیم، اینا به سلامتی ما میتونه اثرات منفی رو داشته باشه که سلامتی از همین جا میتونیم ما احتیاط بکنیم و ضامن سلامتی خود باشیم یقینا انشاءالله. و وقفه آماده هست، خیلی زود برمیگردیم.